درود دوستان عزیزم به کانال خودتون خوش آمدید لطفا با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید سپاس آخوند بی اصل و نصب خامنه ای همچون خمینی دجال تعداد آرزوهای برباد رفتش هر روز اضافه میشه پاستار احمدی نژاد یکی از اصلی ترین است. البته در درون رژیم آنچه که یافت نشد و نخواهد شد وحدت و انسجامه فروپاشی نامتعارف در تمامی زمینه ها سر رژیم رو فرا گرفته تا جایی که باند مغلوب وقتی میخواد نوبتی هم که شده توی سر خامنه ای بزنه شکست دولت احمدی نژاد که شاخص آمال و آرزوهای ولی فقیه تلسم شکسته بود رو به رخش میکشه. در همین رابطه نزدیکترین روحانی به محمود احمدی نژاد در دولت او در متنی به بهانه حمله اخیر یمنی ها به عربستان از عبارت علائم ظهور و ارتش یمانی استفاده کرده عبارتی که جریان اصولگرا به سابقه تاریخی از اون اشاره دارند همزمان بخشی از کاربران اصولگرا در توییتر از ادبیاتی مشابه استفاده کردند برای نمونه کاربری با نام مستعار رابینشور با چهل هزار مخاطب نوشت هم سید یمانی هست هم سید خراسانی وقتش نیست که سید و سادات بیاد امیری در ابتدای دهه نبد به اتهام دست داشتن در ماجرای سیدی ظهور نزدیک است متهم شد و مدتی بازداشت بود او بعد از آزادی بارها دست داشتن در اون ماجرا رو تکذیب کرد دولت احمدی نژاد تاکید ویژه‌ای بر زمین سازی برای ظهور امام مهدی داشت و ماجرای بشقاب خالی در زمان دولت او بارها از سوی افراد مختلف مطرح شد. حسن روحانی در سال 86 برای اولین بار در این باره گفته بود که این چه بازیه که ما اینقدر مردم رو عوام فرض کردیم می ترسم که فردا مهر امام زمان رو هم درست کنن و به مردم نشان بدن. روحانی گفته بود که اگر لازم باشه همه جزئیات رو برای مردم خواهیم گفت. ادهی وقتی نماز می خونن جلوی خودشون یک جا نماز خالی پهن می کنن و میگن این رو برای امام زمان گذاشتن یا <سؤال> <سؤال> در سر سفره یک بشقاب غذا برای امام زمان میکشن یا شنیدم که میگن فلان جلسه مهم رو روز جمعه بندازید تا به حضور آقا تصمیم بگیریم این چه بازی و چه خرافاتیه که راه افتاده الان کسی اگه غیبت صغرا رو زیر سوال ببره چیکارش میکنن امام طاوس الان آقا رجم با سنگ میکنه و رجم علمیش که میکنن دیگه با اینکه یک مسئله چیه؟ یک مسئله نظریست میشه روش بحث کرد که ما اعتقاد داریم به غیبت صغرا یا غیبت کبرا از همون روز همون تاریخ دویست و شست هجری چی شده؟ شروع شد بگید آقا یعنی اینا دروغ میگفتن آقا دروغ مسلحتی میگفتن چیش اشکال ها؟ برای دین حفظ دین مردم چیکار کردن؟ مجبور شدن بگن ما ارتباط داریم چی؟ احتمالش هست ولو یک میلیاردوم هست یا نیست اصلا اشتباه کردن ادعا میکردن اشتباه کرده بودن ها اجتهاد کردن میگه معصوم بودن نواب اربعا نواب میگه بابا اگر این راه را بازی کن دیگه چیزی نمیمونه یه حرف دیگه مال جاهلان سه این حرف واقعا ما علمی نیست حالا اونم نگم علمی نیست یعنی چی چیزی نمیمونه يعني جا غيبت رو.. آخر مدونة مش را بوردم الصغرى الصغيرة زير السؤال خيل چون خيلى از سنين شون خيلى عامه و نيابة عامة وفقهاء وفلان در إن بياناتي كر نام هاي ازكي ازكي صادر شو من الناحية المقدسة في الغيبة الصغرى هو أجا ينزل سؤال بلاها ما ينام ها يعني دي واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا دي ما ادركي داري انا دراها اه ما ان أخباريون كم غستن تحليل خمس رو بكنان ان روايات واما الخمس فهو حل لشيعتنا الى كيتي الى انك ما ظاهر بشيم هناك قائلا بتحليل الخمس دار زمان غيبت اخباريون هم قائلا دي درسه خب اگر این, روا... این... این... این نامه رو ازشون بگیرید دیگه دلیل میمونه یا نمیمونه چون روایات تحلیل مهمش این روایتیه که از کجا صادر شده از امام زمان روایت دیگه هم هست ها اینطور نیست که نباشه لکه این هم هست متن کامل نوشته آخون امیری فر که البته از سال 1395 نسبت به احمدی نژاد موازه مخالفی اتخاذ کرده این چنینه او گفته خبری در راهه طی ده روز گذشته چیزی بالغ بر ده حمله بزرگ موشکی و پهبادی رخ داده و طی اون نقاط حساس و بزرگ عربستان مورد اصابت قرار گرفته نقطه اول و از همه مهمتر مخازن نفتی آرامکوست بزرگترین روی روی موشکی به مخازن نفتی آرامکو به وقوع پیوسته شدت به قدریه که 70 درصد مخازن آرامکو در حال سوخته. این است شاهکار ارتش یمانی. شدت انفجار مخازن به قدری بالاست که عربستان توان خاموش کردن اون رو نداره. او نوشته که سلمان امشب سکته میکنه. بن سلمان به شدت ترسیده. ما نخواهیم گذاشت نفت غرب آسیا جایگزین نفت روسیه برای اروپا بشه. گذشت دوران آقایی قرب الان زمان ماست که عبر ها رو تحریم کنیم تحریمی که منجر به شکست و فروپاشی ابرقدرت های پوشالی قرب خواهد شد او میگه که طی چند روز گذشته فرودگاه های عربستان مورد اصابت شدید قرار گرفته و بعد از موضوع نفت عربستان تأسیسات آبشیرین اونه چرا؟ چون عربستان شبه جزیره است و دور تا دور اون رو آب شور در بر گرفته. برای همین مجبور برای تامین آب مصرفی خودش تاسیسات بزرگ آب شیرین کن بزنه و اگر این تاسیسات از کار بیفته عربستان در یک هفته از تشنگی از پا در میاد و قیمت آب در عربستان بیشتر از نفت خواهد شد او در ادامه نوشته که عربستان به زودی به شدت تنبیه خواهد شد و دست به دامن ایران ولی دیگه دوران آقایی اینها سر رسیده امشب یکی از به یادماندنی ترین شب های قرن جدید خواهد بود امارات هم آماده باشه که نوبت اون هم میرسه منتها اولویت اول الان عربستان. اوضاع جوری شده که الان حل بحران انرژی دست ایران و روسیه است روسیه که در حال تقابل با اروپا و آمریکا است عربستان هم که از معادلات کنار گذاشته شده پس تنها گزینه الان ایرانه کار خدا رو ببینید اینها الان برای اینکه بحران انرژی خودشون رو حل کنن باید بیان سمت ایران و مجبورن که تحریم های خودشون رو بردارن او میگه که الان بهترین زمان برای ایرانه که دلار رو از معاملات نفتی خودش کنار بذاره و این امر باعث میشه پول کشور به شدت قدرت بگیره اگر مسئولین ایرانی بتونند از این فرصت استفاده کنند در یک نبرد ارزی بزرگ که در دنیا در حال رخ دادنه به یک پیروزی عظیم میرسن. او میگه حالا این وسط ها اگر دیدید چند تا پایگاه آمریکا و اسرائیل در کشورهای منطقه مورد اصابت موشک قرار گرفتن اصلا تعجب نکنید. بریم چند تا پیشبینی کنیم. رسد اخبار و تحلیل ها به این نتیجه می رسیم که دنیا وارد بحران انرژی شده و این در آینده تاثیر عجیب خودش رو در بحران های غذایی نیز خواهد گذاشت و میگه بریم سر موضوع ظهور غرب و مخصوصا آمریکا به دنبال تحریک اردوغان برای تقابل با روسیه هستند از این رو اگر اردوغان در دام این تحریک بیفته بلا شک به اون اتفاق عظیم درگیری ترک ها در قبل از خروج نزدیک میشیم درگیری روسیه و ترکیه دور از ذهن نیست و این خودش جزوی از علائم زهوره اما در پس همه این اتفاقات تحقق یکی از بزرگترین قواعد ظهور رو هم داریم میبینیم و اون هم قدرت گرفتن ارتش یمانیه ده سال پیش کی فکرشو میکرد که یمنی که به شدت فقیر و ضعیفه بتونه به جایی برسه که قولی مثل عربستان رو از پا در بیاره اما حالا میبینید که ارتش یمنی به راحتی به تمام نقاط عربستان دسترسی داره و فتح عربستان دور از ذهن نیست او میگه داریم به نقطه صفر نزدیک میشیم غرب اگر به نقطه انتحار برسه برگ آخر خودش رو در منطقه رو خواهد کرد او نوشته ما انشالله داریم به تقابل آخرالزمانی جبهه حق و باطل نزدیک میشیم انشالله طی روزهای آینده اخبار خوبی از عربستان سعودی به گوشتان خواهد رسید منتظر اتفاقات عجیب در غرب آسیا باشید روزهای سختی در حال سپری شدن دنیا آبستن حوادث عظیمیه به امید پیروزی جبهه حق علیه باطل ولی احمدی نجات میگه که خودشون میخوان جریان راه بندازن اصلا برای چی انقلاب شد برای چی انقلاب انقلاب درست شد ما یه حکومتی درست کنیم با هم دیگه هزبازی در رو دیم و این اونو خراب کنیم اونو خراب کنیم بیاد سر قدرت اون بره سر قدرت به کش به کش درست کنیم هر کسی هم رسید سر قدرت جیبشو پر کنه و فک و فامیلشو بیلو تبارشو بعد هم مسائل فرعی درست کنیم کسی به این چیزا توجه نکنه برای این انقلاب شد برای این انقلاب شد که بخش عمده از مدیران ارشد کشور از جنوب شهر شن، از روستاها ها بلندشن از شهرهای دور شن بعد بشن بالا نشون بالا شرنشین تهرون وقتی اومدن تو مسئولیت دوزار نداشتن که تو زندگیشون خرج کنم بعد میلیاردر رو، کاترلیارد رو صاحب شرکت و کارخونه‌ها و تجارت رو اوه. برای انقلاب شد؟ برای انقلاب شد که به خاطر گرفتن ها و فلان یا علی، بزن سر کله‌ا دین و خدا و پیغمبر و مقدس همه چیزو خرج کنی برای اینا انقلاب شده؟ هر یکم تیر 1394 روزنامه شرق نوشت سایت دولت بهار متن سخنرانی رئیس دولت های نهم و دهم در جمع طلاب و روحانیون به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان را منتشر کرده که حاوی نکاتی عجیب در راستای سخنان امام زمانی او در سالهای گذشته است. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی با اشاره به اینکه باید دست مردم رو در دست امام زمان گذاشت گفته بود که بیش از آنکه ما دنبال امام زمان باشیم آنها دنبال امام زمانند آنقدر در دانشگاه های علوم انسانی آمریکا راجع به امام زمان تحقیق کردند که اگر من بگم هزاران برابر مجموعه کار حوزه های علمی قوم نجف و مشهده زیاد نگفتم بلکه کمتر هم گفتم که شما باور کنید او گفته بود با بسیاری از کسانی که به زعم اونا میتونسته با امام زمان ارتباطی داشته باشه تماس گرفته و با اونها مصاحبه و اطلاعاتش رو تخلیه کردن او گفت به قول دوستی پرونده امام زمان رو تکمیل کردند و برای دستگیریش بستن تنها عکسش رو کم دارن اونها میدونن که تنها خطر اساسی برای امپراتوری چند ست ساله اونها امام عصره احمدی نژاد با اشاره به حوادث منطقه ادامه میده که ظاهرا اونها میخوان بیان منطقه رو بگیرند و حوادث رو مدیریت کنن. اون میگه همه ما نشانه های ظهور رو خوندیم. یکی از نشانه ها جریان غیر انسانی صفیانیه. یکی از دوستان ما که انسان فاضلی است میگفت و البته احتمال میداد که چه بسا حکومت شیطان تصمیم گرفته خودش این جریان رو راه بندازه تا دست خودش باشه و البته ایشان این رو هم اضافه کرد که خداوند هم نقشه داره و همه در نقشه خدا هستند و چه بسا خداوند آن سناریو رو نوشته تا به دست اینها اجرا بشه که اگر بخواد مسلط بشه باید اسم امام عصر رو از بین ببرن او میگه نباید فراموش کرد که در جریانات منطقه قفلت برخی از نیروهای دینی و انقلابی نیز موثر بوده خیلی ها قفلت کردند با وجود اینکه بعضی ها هشدار دادند و گفته بودند که توطئه ای در کاره و این مسائل اتفاقی نیست محمود احمدی نژاد در ادامه با یادآوری عملکرد دولت خودش در برخورد با غرب گفت وزیر خارجه سابق آمریکا خودش گفته بود که برای خاورمیانه طرح جدید داشتند. اونها اومدن در مقابل انقلاب اسلامی یک جریان بدل راه انداختند چرا که انقلاب اسلامی یک جهشی به سمت حکومت جهانی امام عصر ایجاد کرده. او گفته که میخواد یک خاورمیانه جدیدی متولد کنند که همانند زایمان سخت و دردناک و کشدار داره و همچنین آن خانم وزیر خارجه قبلی نوشته و اخیرا منتشر کرده که کارها درست پیش میرفت تا زمانی که در ایران یک دولتی سر کار آمد و مانع ایجاد کرد که مجبور شدیم وقت و هزینه بذاریم تا آن دولت رو تخریب کنیم و از سر راه برداریم او میگه الان برگشتیم به مسیر قبلی و اما شما پاسخ بدید چرا نباید نسبت به وضع موجود در ایران بیتفاوت باشیم ایلیویزل در کتاب مخاطرات بیتفاوتی تفاوتی می نویسه بی آغاز هیچ چیز نیست پایانه و از این رو بیتفاوتی همیشه دوست دشمنه چرا که به مهاجم سود میرسونه نه هرگز به قربانی او ویزل در سخنرانیش در سال 1999 با عنوان مخاطرات بی تفاوتی که در کاخ سفید ایراد شده ما رو وامی داره که به کنشگری بپردازیم تا از گذشته درس بگیریم و هرگز مسائب دیگران رو نادیده نگیریم او میگه که بی تفاوتی همیشه دوست دشمنه چون به تجاوزگر سود میرسونه و هرگز دوست قربانی نیست زمانی که خودش احساس فراموش شدگی داشته باشه رنجش بیشماره. اما ویزل این هشدار رو نیز میده که بی تفاوتی آنهایی رو که در عمل کوتاهی میکنن نیز تنبیه میکنه. او میگه که یکی از مهمترین های تجارب گسترده در مقوله خیر و شر در این قرن اینه که انکار انسانیت دیگران باعث حقارت انسانیت خود آدمی نیز میشه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.